انسانهایی هستند که هیچ باور الهی ندارن، هیچ اعتقادی به خدا حتی ندارن و حتی نسبت به زندگی ملکوت خدا نیز هیچ اهمیتی نمیدن و برای اونها هیچ معنایی نیست. کلام خداوند، علم روانشناسی، تجربیات بشریت ثابت میکنه که کینه و نفرت در هر انسانی فاجعه ایجاد میکنه و آرامش او رو میگیره. سلیمان در کتاب امثال 10:12 اعلام میکنه کینه و نفرت باعث نزاع میشود، باعث جنگ میشه، پس نمیتونه آرامش داشته باشه. ولی محبت که از اون بخشش میاد، رحمت میاد، ولی محبت گناه دیگران را میبخشد و مجال این رو نمیده که در جنگ و جدل انسان ها قرار بگیرن. شاعر نیز اعلام میکنه محبت را به دل دادن صفای سینه میخواهد، به یاد دیگران بودن دلی بیکینه میخواهد. این مثل یک ضرب المثل هست میشه که اگر دل من کینه ای درش هست، حتی من نمیتونم انسانی رو که مخاطب من هست محبت کنم. این آرامش و این شادی بین من نیست با اون، چگونه میخوام خدا رو محبت کنم با کینه و نفرت؟ هرگز نمیتونم خدا رو محبت کنم. از این رو هست تا نبخشی نمیتونی بخشیده بشی، نمیتونی در حضور اون خدا نیست برید. محققین علم پزشکی و حتی روانشناسی متوجه شدن در این که شخص با کینه و نفرت در وجود خود خشم و عصبانیت، استرس و نگرانی و پریشانی رو به وجود میاره، گذشت و بخشش باعث خواهد شد تا آنتینیبادی هایی را که در وجود ما لازمه امنیت بدن هست بیشتر تولید کنه و چون بیشتر تولید میکنه باعث شادی و خوشحالی ما میشه. در از همون پروتئین های بدن هستن و همین کمک میکنه مدد سرطانی در وجود انسان رشد نکنه و حتی از بین بره. پس بخشش فقط یک امر الهی نیست که ما تصور بکنیم ما چون خدا دوست هستیم، ما اگر به دنبال زندگی سالم هستیم، بدن سالم هستیم، میباید ببخشیم، چرا که همین آنتیبادی ها کمک خواهد کرد که فشار خون انسان بالانس باشه، بالا نره، کمک خواهد کرد که به خاطر آرامش اشعالی که داره رابطه خوبی با مخاطبین خودش داشته باشه، کمک خواهد کرد که عجول نباشه، کمک خواهد کرد که ابسورده نشه، کمک خواهد کرد که حتی بیخودی نترسه. پس اندیشه کنیم برای بخشش، اندیشه کنیم و فکر کنیم اگر لازم هست کسانی هستن توی زندگیمون که فکر میکنیم باعث رنج ما شدن، تصمیم جدی بگیریم تا اونها رو ما بتونیم ببخشیم.